اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. با چشم‌های خسته سرشار درد، از اوج اعتبار و صلابت تا خاک لانه‌ای که هوایش سلول‌های کرم و لجن را در هم نشانده بود فرو افتاد. صدام‌های دیگر باور نکردند. پایان ترک‌تازیشان سوراخ موش و حفره کرم است. روزی که قادسیه دوم تکریتی تمامش خون، سردار جهل و مرگ و جنون را چندان به دام وسوسه انداخت کو فتح سرزمین عجم را کابین نوعروس جوانش کرد. باور نداشت روزی صدای ناله آن صد هزار مادر، آنها که دست گلهاشان در شام درد زندانها خاکستر شد، در پیش پای دشمن خارش خواهند کرد. دیروز سرنگونی صدام بود، امروز پاره پاره به خاک است بو مصعبی که وهم خلافت از دست های او ساطور مرگ ساخت، وقتی گلوی شاعر کوفی را با تیغ تیز جهل و جنونش ولگرد اردنی خط زد، وقتی که عشق را با نام دین ناب در حله شعله‌ور ساخت، روزی که تیربار در دست های او پرواز مرگ را آواز کرده بود. باور نداشت یک شب از آسمان باران مرگ خواهد بارید و قلب سنگیش در آتش جهنم می سوزد. دیروز تصویرهای جعبه دیدار با چهره شکسته صدام، با پیکر گلوله و خون عدی کنار قصی در چشمانش است. امروز ولگرد اردنی بو مصعب را دیدم، فردا اما تصویرها تمامی از چهره های سید و شیخ است. علیرضا نوری‌زاده، به شما عزیزانم سلام میکنم. تاریخ اولش نگفتم به علتی که در سفر هستم، برنامه رو جلو ضبط کردم و بنابراین این رو بر من ببخشید. متأ اعلام شد که میبینید چه روزی. خب صادقانه بهتون میگم، برای که من با شما هیچ دروغی، صاف و ساده بهتون میگم، تاریخو به این دلیل نگفتم. اما شماها متوجه افسردگی من شدید. به دوستی گفتم مرگ باورها خیلی تلخه. خیلی آدم یکم مریض میشه، مثلا ناراحتی براش پیش میاد، بعد قصه‌دار میشه، بعد عزیزترین عزیزانش بیماره، جان و جهانش میلرزه. اون بانوی پرحشمتی که دست‌های با شکوهش بر سر من بود، اون بانوی پرحشمتی که وقتی در میگشود ترد بود مثل باران، یواش که من دیر کردم پدر نفهمید. باری اما اون چی که خواستم بهتون بگم، شما در تمام طول این مدتی که من تلویزیون داشتم
و قبل از اون که با دوستان دیگری همکاری میکردم هرگز ندیدید بیام بشنم علیه یک رسانه حرفی بزنم. حتی رسانه‌ای بوده که 100% در تعارض با افکار و آرا و زندگی من بود. با این همه گفتم یک صدا علیه جمهوری جهل و جور و فساد از اونجا برخیزد خوبه، نباید تضعیفش کرد. اما دیگران که اینجوری فکر نمی کنن. آدم هایی که وقتی من کارو شروع کردم هنوز به زهدان مادر هم نرسیده بود، به قول قدیمی ها پشت پدر بودن. آدم هایی که وقتی منو می دیدن انگار من مثلا تیمسارم اونا سرباز، اینجوری جلو من می ایست. آدم هایی که صدای من رو دوست داشتن برای پیوند زندگیشون، این آدم ها که من قبل از اینکه تلویزیونم اصلا شروع کنم باهاشون تماس گرفتم که مشورت کنم. یعنی من تا این حد حتی کسی رو که مثل بچه منم هست احترام بهش میذارم وقتی میبینم کارش موفقه، داره کارش رو انجام. یک دفعه شروع کردن بچه های من رو دزدیدن. خیلی طبیعی است، همه تون میدونید من امکانات مالی خیلی محدودی دارم. داستانهای عربستان و این همه داستانهای شوخی بود، داستان اسرائیل همه میدونن مواضع من علیه نتانیاهو و دست راست اسرائیل چه. همیشه به رابین احترام گذاشتم، همیشه به اون مرد احترام بذارم، به پرز احترام گذاشتم، به حزب کارگر احترام گذاشتم، به کمونیست‌های اسرائیل احترام گذاشتم. ولی این دستراسی شارون نتانیاهو، این جماعتی که داریم میبینیمشون، هرگز اینا در ذهن من جایی جز یک نقطه سیاه نداره. خب این راجب اسرائیل. راجب عرب ها من به دوستی بین ایران و عرب اعتقاد دارم، این باور منه. ما همسایگانمون نمیتونیم عوض کنیم، نه سوئیس همسایه ما میشه، نه آلمان، نه ایتالیا، نه اتریش. همسایگان ما عبارتند از شمال که شروع کنی ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان، ترکیه، عراق، می پایین کویت، پلوش بحرین، عربستان سعودی، امارات متحده عرب، قطر، سلطان نشین عمان. در شرق میری پاکستان، افغانستان. اوکی؟ با چنین محوریتی و آسیای میانه‌ای که عاشقانه ما رو دوست دارن فارسی زبانانش، طبیعتا دوستی با اینها رو ضروری میدونم، یک ضرورت برای بقای ایران و هیبت و هیئت ایران. پس با سیاست‌های ضد عربی مخالفم. هیچ گناهی ندارد رفیق نازنین عزیز من عبدالرحمن راشد، دکتر نبیل الخطیب، که 1400 سال پیش اون رو عرب ها که اصلا معلوم نیست نسبتی با این رو داشته باشن، به ایران حمله کرد، به مصر هم حمله کرد، به روم هم حمله کردن، به عثمانی هم، به چیز ترکیه، به آسیای میانه، به همه جا حمله کرد. چه ربطی به عبدالرحمن داره که زیباترین مقاله ها راجع به ایران می نویسه، زیباترین مقاله ها رو. هر مقالش من ازش میآموزم چه حرمتی برای ایرانیا قائله، من چرا با اون دشمنی بکنم؟ پس این حرف هایی که اینور اونور زده میشه دو ریال ارزش نداره، دو ریال. خلو آقای اومد، حالا کسی اومده پول داره، پول بهش دادن مفصل از بودجه باقی مانده آمریکایی‌ها در عراق و بعد توصیه های اسرائیل. شما هیچ وقت از اون تلویزیون یک جمله وقتی نتانیاهو بچه های فلسطین رو میکش در محکومیتش نشید. اوکی؟ بچه های من رو دزدیدن. خانمی بود برای ما کار میکرد، مادرش دوست قدیمی من از زمان مجله فردوس، تهیه کننده بسیار محترمی بود، بسیار دوستش داشتم مثل دخترم.
از اینجا رفت. خب خواست بره، یه روز اومد گفت من میرم. دیگری بود که دخترم بود، چون پدرش عزیز من بود، با هم زندگی کرده بود، با هم دانشکده رفته بودیم، سربازی رفته بود. باز اومد گفت من میخوام برم. اون خانمی که اول رفته بود ایشونو برد. گفتم هرچه صلاح بدونی، ولی من گمان میکنم پدر تو رو به من سپرد. رفت. من یه دفعه دیدم مهمانای برنامه ما شروع شد در اون تلویزیون اومدن. بعضی از این مهمانان، من دارم صحبت 4-5 سال پیشو میکنم، هیچ کی تلفنشون رو نداشت، چون نمیخواستن کسی دیگه داشته باشه. خب مهمان تو برنامه من میاد، صادقانه دکتر یزدی تو برنامه من میاد، یک ریال پول نمیگیره، اینقدر انسانیت و اعتبار و حرمت داره، برای این تلویزیون ارزش قائله. اینا اومدن یه کار دیگه کردن، گفتن نه، ما پول بهتون میدیم به عنوان مهمان، پول پروازتونم میدیم، هتلم اینجا براتون میگیریم. خب بد نیست، شما در ما دو دفعه از کشوری که هستی با هواپیما پاش بیا اینجا تو هتل بری، البته چه هتلی، شام و نهارت هم بخوری، مهمون اونا توی برنامه‌شون هم شرکت کنی. تا اینجا هم من هیچ ایرادی نمیبینم، هر انسانی میتونه، چرا که این عزیزان غیر از یکی دو مورد همون روابط صمیمانه و عاشقانه رو ما با هم داشتیم. من یه چیزی بهتون بگم، اینا رو که من سر راه پیدا نکردم که، چهارشنبه هم بلیط هم نبرده که برم یه لباس بخرم به اینا بدم بگم پاشون بیان پیش من، نه، من مهندس شریعت مداری رو 42 ساله باهاش زندگی میکنم، دوستش دارم، یکی از انسانهای مورد احترام و عزیز منه، دوستش دارم به معنای واقعی. پرویز دستمالچی باهاش نشستم شب تا صبح زار زدم داستان میکنسش. من یکی از کسایی بودم که کمپین را انداختم علیه نامردانی که علیه او صحبت میکرد. کاری کردن رابطه دستمالچی با ما قطع بشه، به تلفن تهیه کننده من جواب نده، به تلفن تهیه کننده چالنگی جواب نده. شرط اوناست. اما چیزی دیدم هفته پیش که دیگه تحمل ندارم، تحمل دیگه ندارم. دوستی آمده تو برنامه تلویزیون ما، در برنامه آقای چالنگی، بعد میگه من باید با اسکایپ بیام تو برنامه تون. چرا؟ تو استودیو میتونی بیای، چرا تو اسکایپ؟ گفت آخه شرط گذاشته من و تو، اگر من تو استودیو شما بیام برنامه ما قطع میکنه، باشونم یه قرارداد دارم، ناچارم قبول کنم. آقای کیوان عباسی پسر من، مرجان عزیزم، پیوند زندگیتون واژگان من بود، به خودت اجازه میدی به رفیق 40 ساله من، به همکار 50 ساله من بهش بگی تو حق نداری تو استودیو نوریزاده بری، بعد این همه داستان از اونجا علیه من بیاد بیرون بدون اینکه من یک واژه درباره تو، جز اینکه تو انسان بسیار با استعدادی هستی و پدر تو شاهده، جز واژگان مثبت از دهان من بیرون نیامده. آیا این درسته؟ باور کن من آدم مقتدریم، باور کن من اگر بخوام بزنم چنان میزنم که کسی نتونه بلند شه. اما تو پسر منی، پسرمو که نمیزنم، اشتباهشو بهش میگم. اون کسانی که با من سرشاخ شدن دیدن من بسیار آدم مؤدبیم، هرگز واژه بدی نخواهم گفت، هیچگاه. تو پسر منی، تو چجوری اجازه میدی به خودت یا اون همکارت اجازه میده، حالا کی گفته کاری ندارم، که همکار من و عزیز من و دوست من و رفیق دیر و دور من حق نداره تو استودیوی من بیاد؟ آره راست میگی، من استودیوم کوچیکه،
استودیوی من خیلی اصلا ببینید واقعا شرمندم از مهمانان برنامه ها، چون ندارم برم 3 میلیون 4 میلیون 20 میلیون خرج استودیو بکنم. کل استودیوی من 20,000 پوند بیشتر تموم نشد. حالا دارم میرم دنبال وام، شاید بتونم وام بگیرم یه تغییری در استودیو بدم. پسرم نکن، عزیزم نکن، پدرتو من خیلی دوستش دارم، با پدر زندگی ها کردم، روزهای تلخی که از ایران گریخته بودم اون اول، شب بر شانه هم میگذاشتیم و میگریستیم. کوروش برادر تو تمام مقالات مجله امید ایران منو حفظ بود. به عالم و آدم گفتم یه بچه 12-13 ساله پیدا کردم مقالات من حفظه، میخونه مثل چه زیبا. این بود عزیزم، همیشه تحسینت کردم، ولی کار شما با کار من متفاوته. من برانداز رژیم جمهوری اسلامیم، من ضد ظلمم، چه نتانیاهو کرده باشه چه ترامپ، من ضد حق مردم نابود شدن هستم. حاکمیت ملی برای من ارزش داره، همونقدر برای شاهزاده ارزش قائلم، احترام میگذارم که برای مهندس شریعت مداری، برای دیگر دوستانم، برای دکتر آهی و بقیه و بقیه. و بر این باورم که ملت ایران در روزی که دور نیست لباس نظام رو انتخاب خواهد کرد، اما نظامی که بر مبنای سکولاریزم، جدای دین از سیاست، از دولت، نمیشه گفت سیاست، از دولت، از حکومت، دموکراسی، حاکمیت ملی، برابری همه ایرانیان فارغ از مذهب و نژاد و در یک به اصطلاح مجلس مؤسسان یا رفراندوم یا هرچی اون وقت قانون اساسی جدید تصمیم میگیره. اوکی؟ حالا ما میریم سراغ مهمان، آقای دکتر صدیق یزچی عزیزم. قرار نبود من اینقدر حرف بزنم، اما تا دکتر یزچی بیاد من گفتم این درد و دل رو با شما بکنم، چون دلم خیلی پر بود. شما نگاه پربار منو در این چند روزه دیدید. آدم از پسرش که دلگیر میشه نمیتونه پنهان کنه. کیوان مثل پسرم بود. به هر روی دکتر یزچی عزیزم سلام عرض میکنم و سلام به بینندگان عزیز و محترم. دکتر عزیزم دو موضوع مهم امروز هست، من میخوام بهش بپردازی. یکی ادامه صحبت‌های جناب‌عالی در مورد اپوزیسیون و دلایل اینکه مردم هنوز اون اعتماد کامل رو به اپوزیسیون ندارن، و مورد دوم در مورد یک طرح قانون اساسی یا طرح یک اجتماع، یک تشکل هست. اجازه بدید من اول سوال رو اینو از شما بپرسم، با توجه به دقت امان نظر مراقبت شما، یک معلم، یک استاد، چرا مردم هنوز به اپوزیسیون اونطور که باید و شاید ایمان نداره؟ بله، متاسفانه ما البته در این گفتگویی که الان داریم، خب با توجه به محدودیت‌های زمانی، طبعا به این پرسشی که ابعاد وسیعی داره بخواد حداقل از منظر یا نگاه یک یا چند تن فردی مثل من یا شما یا دیگری که در این پرسش مهم تأملاتی داره یا هر حال دوره‌ای رو گذرونده و عمری رو به سر برده بهش پاسخ بده، خب باید این ابعاد باز بشه. ولی من اجمالا در وقت محدودی که داریم، مثل گفتگوهای دیگری که با شما داشتم، سعی می‌کنم
به یه صورتی به این پرسش شما پاسخ بدم. ببینید، ما برای این که بدونیم چرا اصلا وضعیت سیاسی جامعه ایران به طور یکسان و مطلق، یکسان که میگم یعنی همه را در بر میگیره، چه نظامی که بر ایران حاکمه و مدیریت میکنه جامعه ایران رو و چه کسانی که در کنار این نظام به عنوان موافقان یا مخالفان نحو سیاسی و مدیریت این نظام حاکم معارضش هستن یا به قول معروفی که در عرصه سیاسی در همه جای دنیا متداول اپوزیسیونش. خب طبعا اپوزیسیون، من اجازه میخوام که این کلمه رو یه توضیح مختصری بدم تا یه ابهاماتی در نظر شنوندگان برطرف بشه. اپوزیسیون در تمام دولت‌ها و نظامات سیاسی دموکراتیکی در دنیا وجود داره، خواه شکل جمهوریش باشه و خواه شکل سلطنتش، به هر حال چون مدیریت سیاسی جامعه به عهده نمایندگان مردمه، پس یک اکثریتی که به انتخاب مردم برای مدیریت سیاسی جامعه به مدت یک دوره چند ساله، مثلا 4 یا 5 ساله انتخاب میشن که در تمام دموکراسی ها در جهان متداوله بدون استثناء تقریبا، خب کسانی هم و گروه های سیاسی هم با برنامه های خودشون موفق به دریافت اکثریت نمیشن، بنابراین اونا در اقلیت میمانن، ولی برنامه های سیاسی خودشون رو حق دارند روش کار کنن، عمل کنن. وقتی که در مجلس به عنوان اقلیت حضور دارن، در مجالسی که در این دموکراسی ها یعنی این کشورها هست، خب طبیعی است که و باید اینها از برنامه های خودشون دفاع کنن. این گروه هایی که اقلیتن، اقلیت سیاسی رو در دست ندارن، اسمشون میشه اپوزیسیون. پس اپوزیسیون هرگز یک نیرو و قدرتی لزوماً دارم میگم، حالا طبعا در کشورهایی که دموکراتیک نیستن ولی اپوزان ها ممکنه به خشونت هم دست بزنن، ولی به طور کلی اپوزیسیون در کشورهایی که یک روال دموکراتیک و آزادانه ای رو طی میکنند یا انجام میدن، به اجرا در میارن، طبعا مسئله براندازی و مبارزه مسلحانه و غیره نیست، مبارزه دموکراتیک گفته میشه، یعنی مبارزه که آرا و نظریاتشون منتقلی شده، خواهان اون اصلا به برنامه های دولت حاکم انتقاد میکنم. مثلا امروز در امریکا دو حزب نیرومند هست که یکی از این دو همواره هم پارلمان در اختیارشه و هم کاخ سفید یا ریاست جمهوری و دولت. بنابراین این دو حزب یکیشون همواره در اقلیت، دیگری در اکثریت. اونی که در اقلیت در پروژه ها برنامه های مملکت چکر کنه، اظهار نظر میکنه، خیلی جاها رو رأی موافق میده، خیلی جاها رو رأی مخالف. این مفهوم اپوزیسیون، این یک. بنابراین ما چرا نتوانستیم، سوال شما اینه، این اعتماد جلب کنیم. ببینید، ما دو دوره مشخص در فعالیت سیاسی آزادی خواهانه حداقل در دو دوره مشخص داریم. من به اون دو دوره اشاره میکنم و عبور میکنم، فقط اشاره میکنم. یکی سالهای 1320 رضا شاه از سلطنت کنار میره و پسرش محمد رضا شاه پادشاه میشه و دوره جنگ جهانی دوم، ایران اشغاله و بقیه قضایا. از سال 20 تا 57
یعنی به مدت 37 سال دوره اوله. ما در این دوره نتوانستیم در جامعه ایران یک دیسکور یا گفتمانی سیاسی منطبق بر شرایط دوره جدید و نیازهای اون روز مردم ایران در جامعه ایران به وجود بیاریم که به موجب اون اگر جامعه مثلا سلطنت رو با اون شکلی که داشته حکومت میکرده نمیخواد یا اصلاحاتی باید در اون انجام بگیره، بتونه سریعا اون دیسکور یا اون گفتمان یک خواستا ساختار فکری معینی رو که خصلت‌های معین داره جانشین بکنه. اما در این دهه، در این 14 دهه تقریبا از 20 تا 57 چه کردیم؟ یک دیسکور یا گفتمان سیاسی چپ بود، کاملا مبهم بود، برآمده از تفسیرهای آشفته و نادرست بولشویسم روسیایی بود، بخشیش هم چینی بود، بخش دیگرش گرایش مثلا تروتسکی بود. خب این یک. دوم، ملی گرایی بود. این ملی گرایی جز قانونیت استقرار حاکمیت ایران بر منابع زیرزمینیش هیچ دیسکورس سیاسی معین و مشخصی جز اجرای قانون اساسی دوره مشروطه، یعنی همون قانون اساسی که در مشروطیت به وجود اومد با متممش و دارای ده ها لنگی و اشکال بود، خواهان اون بود. خب حالا در همین حدش هم البته یک هدفی بود، ولی تمام نیازهای جامعه اون روز رو این دیسکور هم نمیتونست پاسخ بده. سوم دیسکور اسلام سیاسی با تعریفات، تفسیرهای ضد و نقیض از اسلام و ماهیت اسلام و هدفهای دین اسلام در عرصه سیاسی جامعه ایران بین سالهای 20 تا 57 رونق داشت. نتیجه اون چی شد؟ نتیجه اون چیزی که از دل این ابهامات و این عدم همسویی با نیازهای واقعی جامعه ایران به وجود اومد، انقلاب اسلامی که بقیهش دیگه میدونیم. ما باز هم در همین سه محوری که بیان کردم و به اون نتیجه‌ای که انقلاب اسلامی حاکمیت اسلامی باشه رسیدیم، باز توضیحات بیشتری لازمه که من امیدوارم در یه گفتاری دیگر یا در یه بحث دیگری، حالا چه در برنامه شما یا در برنامه خودم در ایران مدرنیته، بازش کنم. حالا دکتر عزیزم یه لحظه اجازه بدید. من اولا میخوام بگم که بسیار این نکاتی که اشاره کردین جالب بود، برای که در واقع شما جنبندی تونم کردید، این خیلی مهم بود، از زمین خوردن و بلند شدن و ملت ما. بسیار عالی بود، ممنونم ازتون. اجازه بده ببرمت نزد یک دخترک نازنینی به نام مستانه که او دختر هنگامه است و هنگامه دختر مرضی بانو. یکی از ترانه‌های مادر بزرگ رو میخونه کوتاه، این رو با هم میشنویم، برمیگردیم بحثمون رو ادامه بدیم. شاخه جدا بود
چوز گلشن رو کرده نهان در ره گذرش باد خزان چون پیک بلا بود ای برگ ستم دیده ی پاییزی آخر تو ز گلشن ز چه بگریزی روزی تو هم آغوش گلی بودی دل داده و مدهوش گلی در گل نصفایی باشد نوفایی جز ستم ز دل نبرده با درود دوباره دکتر نازنینم، حتما شما هم از این ترانه مثل من لذت بردی. حالا من برمیگردم به صحبتمون دکتر جان. در آستانه انقلاب اسلامی ما اون چی رو که به عنوان انتیتی سیاسی بگیم یا به عنوان گروه‌های سیاسی بگیم، آنان که هویت داشتن و آشکار بودن، یکی حزب توده بود، یکی جبهه ملی بود، یکی مجاهدین خلق بود، یکی هم فدایان، سازمان فدایان. بله، در کنار اینا میشه گفت ما کلاب داشتیم، نه حزب. نهضت آزادی حزب نبود، یک کلابی بود از سالخوردگانی که جوانترینشون آقای دکتر یزدی بود. یا مثلا مجاهدین انقلاب اسلامی یا مجاهدین بچه‌هایی بودن که بعداً سپاه رو تشکیل دادن. اما این چهار گروهی که ما میشناختیم وجود داشت. روحانیت هم مسجد رو داشت و دنباله بود. خب روحانیت به تخت عکس مار کشید، برنده شد، تمام اونایی که مار مینوشتن شکست خورد. اما حزب توده و بعداً فدائیان خزیدن زیر عبای ملاها، یعنی در واقع گروه سکولار ما که ما انتظار داشتیم سکولار بمونه رفتن زیر عبای ملاها. و متاسفانه مجاهدین هم که از اول اسلامی بودن، جبهه ملی هم به جای اینکه اون خط بختیار و دکتر صدیقی رو حمایت بکنه دنبال مهندس حسیبی رفت، تسبیح گرفت و روزه خوند. حالا شما از این منظر دارید نگاه میکنید آقای دکتر، فکر میکنید نقص ما از همونجا شروع شد؟ یعنی عدم توجه جوونا و نسل جوانتر از ماها به تشکل حزب،
به یک فعالیت سیاسی از اونجا شروع شد یا اینکه مرحله بعدیه به خاطر اینکه جنگ بود و غیره؟ نه از همونجا شروع شد. اصلا. بله از همونجا. یعنی این عدم شفافیت در خواستها و نیازهای واقعی جامعه ایران که با شکست مشروطیت حتی بلا فاصله بعد از قرار محمد علی شاه در ایران، مشروطیت اون اهداف بنیانی خودش رو به جهت تعارضاتی که در جریان مشروطیت وجود داشت و این تعارضات در قانون اساسی به وجود اومد و وقایع بعدی تا کودتای 1299 ادامه کرد و بعد از کودتای 1299 رضا شاه تحولی در اجرای یه سری برنامه‌های تغییر جامعه ایران به وجود آورد، ما کار دیگه ای نکردیم. راه ساختیم، راهن درست کردیم، چه میدونم شناسنامه برای ایرانی ها درست شد، وزارت دادگستری درست شد، اینا همه تمام اینا قابل بحثه، ولی نیاز واقعی و بنیانی همونجور در نطفه که در مشروطیت نتوانسته بود حل بشه باقی موند، ادامه پیدا کرد. این دهه ها آمد تا به انقلاب 57. چه شد؟ در انقلاب 57 مردم ایران دنبال حقوق شهروندیشون بودن. شما تا تظاهرات بویژه زمستان دیماه 1357 کسی اصلا به طور روشن نه میدانست نه میخواست که در ایران حاکمیتی به نام حکومت اسلامی تشکیل بشه. دقیقاً. گرچه مدافعان ملایان شیعی که در مساجد چه میدونم سازماندهی شده بودن و توده کاملا ناآگاه رو از حقوق اولیه خودشون، نه از آگاهی سیاسی، از حقوق اولیه شون دنبال خودشون کشیدن، باندهای سرکوب رو از همون زمستان 57 آرام آرام به وجود آوردن، به طوری که در خیابانهای همین شهر تهران بنده خودم حضور داشتم، گروه گروه در همین خیابان انقلاب امروز که اون روز شاه رضا بود، اطراف دانشگاه مردم تجمع می کردن، صحبت می کردن، نیازهاشون رو مطرح می کردن. همین عوامل سرکوبی که سازماندهی شده بودن به مردم می گفتن بحث نکن، بحث نکن. کامل. شما ببینید این قضیه سال دیماه 57 بود، بحث نکن. دانشگاه تهران دکتر عبدالله شیبانی رئیسش بود، درست؟ روانشاد شاپور بختیار دانشگاه رو باز کرد، مردم در همون دیماه 1357 وارد دانشگاه می شدن، تمام مردم حضور داشتن، در اونجا صحبت می کردن، نیازهاشون رو مطرح می کردن. ناگهان یک نفر که معلوم نبود کیه، ولی بعدها معلوم شد کیه، همون چماقداران بعدی، بله، به میان می آمد، می گفت بحث نکن، تفرقه ننداز. بله کاملا کاملا کاملا. خب از شما ببینید، بنابراین نیاز، من می خوام بدونید چی بگم، من نمی خوام برگردم تاریخچه انقلاب رو اینجا مطرح کنم. نه مهمه، مهم دکتر که از همونجا شروع شد. تا اینه بگم که خواستهای مردم ایران، که خواستهای به حق حقوق انسانی پایمال شدهشون بود، که تا سال 57
از میان رفته بود و برقراری مشروطیت نتوانسته بود اونها رو به اجرا در بیاره، خواهان اون بودن. حالا آگاهانه بود یا ناآگاهانه، یعنی آیا کنسیانس داشتن، یعنی در ضمیر آگاهشون میدونستن چی میخوان، یا در ضمیر آگاه نمیدانستن. در این حال این خواستها رو که هم امروز دیزون رو میخوان آقای دکتر علی رضای نوریزاده عزیز، همین اموری رو که امروز مردم ایران طالبن اون روز طالب بودن، پس اون از بین رفت. اون از بین. یک بار مردم ایران به طور جدی این خواستها رو مجددن با تمام سرکوب‌هایی که شده بودن تکرار کردن، و اون سال 88 بعد درست خامل. اون سال 88 یه شعار بیشتر ندادم، ولی در این یک شعار که تبلبر بخش و تجلی بخش تمام این نیازهای سرکوب شده دقیقاً 80 سال گذشتهشون بود آورده شد دوست من، و اون این بود: رأی من کو. ببینید رأی من بعد. آقای نوریزاده خیلی. من یعنی چی؟ من یعنی حقوق اولیه شهروندی من. بله بله درست. بله بله. بلافاصله خاموش شد. درسته. اون کسی که به هر حال مردم بهش امید داشتن، او هرگز نگفت من خودم رهبرم، ولی به هر حال جلو افتاده بود. درست؟ خب اون آقا چیکار کرد؟ اون آقا گفت بازگشت به دورانه. ما میخواهیم به عصر طلایی امام باز. یعنی چی؟ یعنی همون مقطع سال 57 که عوامل مشکوک به مردم در خیابانهای تهران میگفتن بحث نکن تفرقه ننداز، این عصر طلایی امام. دکتر عزیزم این حرف تو، این حرف تو الان چنان توی ذهنم داره میچرخه. همین دانشگاهی که شما میفرمایید، دوستانی عده ای از فدایان ایستاده بودن، یه دم از مجاهدین بودن و یه جمعی دیگه بودن که مثلا تمایلات ملی داشتن، عکس مصدق دستشون. این فدایان به محضی که برگشتن گفتن آقا این آقا خمینی باید مسئله روپوش زنان، لباس میم، چادر مادر و اینا رو باید همون روز اول باید روشن بده، یه دفعه خیز ورداشتن این مجاهدین و همونایی که مثلا ملی بودن. تو داری این حرفو میزنی؟ بذار اولین مرتیکه رو بکشیم پایین، یعنی بختیار رو. بعد وقت بختیار نماد چی بود برای حتی فدایان؟ نماد اون سکولاریزم ایدئالی بود که دنبالش بود. ممنونم ازت دکتر، خیلی حرفت به جا بود، مرسی. بله. ادامه بدید، ببخشید. ببینید هر حال من میخوام اینو بگم، تمام این خواستات دو بار سه بار در تاریخ ایران سرکوب شد. درست. یک بار در مشروطیت نتوانست خودش رو نشون بده، آشکارا تبیین بشه، روحانیت و تمام نیروهای دین بنیاد جلوی پیدایش این، جلوی حرکت این، رشد این رو گرفتن. یک بار در جنبش سالهای 20 تا 32 این خواستهای مشروع و انسانی ایرانیان بهش پاسخ داده نشد. جریان چپ راه‌های انحرافی بیشماری رو رفت، ملی‌گرایان توانایی پاسخ به این نیازها رو نتونستن بدن. یک بار دیگر در 57 اتفاق افتاد و یک حرکتی در 88. حالا سوال در اینه، مردم ایران امروز به کدام پروژه سیاسی روشنی بخواهند پاسخ بدهند که این نیازهای نخستین
و بنیادینی رو که 110 ساله بهش پاسخ داده نشده مطرح کردن. کجا مطرح کردن دوست من؟ آی دکتر، این وظیفه کارآمدان جامعه، سرآمدان جامعه نیست؟ حالا من به شما میگم، اینو میگم، من خیلی خلاصه اینم میگم، در همین وقت باقی مانده، در همین وقت باقی مانده اینم میگم، ما باید یک دیسکور، یعنی این کسانی که خود رو اپوزانهای جمهوری اسلامی میدونن، حتی در داخل ایران و کنار جمهوری اسلامی و همکاران این رژیم، گروه های مختلف هم دیگه، نمیدونم انواع و اقسام هستن، خودوبشون توانستند یک دیسکور یا گفتمان سیاسی شفاف روشن بی ابهامی رو که این حقوق اولیه مردم رو تأمین کنه ارائه بدن. پس این فاقدشیم ما. پس در اینجا ما فقط یه چیزی رو ما تو این روزهای اخیر شنیدیم. من از اون حرکت میکنم تا بگم که چگونه میتوان این اعتماد رو آرام آرام، نه به سرعت، از توی مردم جلب کرد. و اون سه خواستی بود و هست که این 14 نفر در یک اعلامیه مطرح کردن. بله، کامل. یکی از این سه خواست که کلیدی ترین، کلیدی ترین خواسته که اون میتوانه تبدیل به یک گفتمان سیاسی روشن و متبلور بشه، اون اینه که ما طرحی باید تنظیم بشه، در این طرح 3 یا 4 حد اکثر 5، حالا من به تعدادش کار ندارم، حتی در 3 تا 4 تا هم میتوان این کار کرد. و اون اینه که در 3، 4 یا 5 عنوان، بله، حقوق اولیه مردم ایران طرح فردای عمل سیاسی کلیه کسانی که دنبال آزادی این سرزمین باید باشه. یه در واقع شما یه پیشنهاد قانون اساسی میدی، یک دقیقاً پیشنویس قانون اساسی. یک طرح قانون اساسی از همه امروز، الان هم دیره، امروز دیره، به جای بحث‌های مختلف، به جای صحبت‌های مختلف، سر و کله زدن‌ها با یکدیگر، تو راست میگی، من چی میگم، تو اینجایی، تو اونجا، این صحبت‌ها همه باید از بین بره. یه دونه مسئله باید خیلی روشن بشه، ایرانیان در داخل ایران و خارج ایران یک کلمه هستن، یعنی همه ایرانیان. کاملا، کاملا. یک مسئله بعد، همگان باید در این شرکت کنن، یک طرحی رو بنویسن، یک پروژه رو به سرعت در داخل ایران اعمال کنن، تا فردا مردم رنج دیده و حقوق باخته ایران اگر به خیابان میان، این خواستاشون باشه، نه اینکه فقط حقوق معوقه من. دکتر عزیزم، به عنوان یک انسانی که 40 اندی سال میشناستید و دوست داره، میشه خواهش کنم یک مختصری همین 5 تا 6 تا رو خودت بنویس، من اینجا مطرح میکنم و از دوستانم در داخل و خارج تایید میگیرم. دکتر صدیق بهش اعتماد داریم، این کارو بکن. من ایمان دارم عاشقانه به دموکراسی و حاکمیت ملی علاقه داری دکتر، بنابراین 5 ماده خلاصه مختصر هرچی هست بنویس، اینجا ما میذاریم روی تلویزیون، دوستان دیگرم میارم و اینو به تایید میرسیم، حداقل ما مقدمش رو بکنیم. من کاری که میتونم بکنم، بله، من یه من نظر، یعنی اون چرا که آموختم و میدانم و جامعیت داره، مسئله حرف من یا حرف دیگری نیست. وقتی که ما میگوییم انسان آزاد به جهان میاد و
آزاد زندگی میکنه، این دیگه ارتباطی به نظر یک فرد نداره، این یه اصله. مثل اینکه میگوییم انسان باید غذا بخوره تا زنده بمونه، باید کار کنه تا بتونه به زندگیش ادامه بده. اینجوریه قضیه. درست. یعنی این پنج اصلی که میگم، چهار اصلی که میگم اینه. شما بر محور اینها حرکتی سیاسی رو باید سامان بده. من این کار رو میکنم. ممنونم دکتر، این خیلی مهمه. برای که همطور گفتم شما آدمی هستی با ذره‌بین دقت موشکافی، تاریخ رو میدونی، مشروطیت رو میدونی، فلسفه رو میدونی، گروه های سیاسی رو میشناسی و نیازهای مردم ایران رو حس میکنی. چرا نه؟ چرا دکتر صدیق یزچی این پروپوزال رو ارائه نده و بعد من اینجا دیگران رو بیارم راجعش بحث کنم؟ چون ببینید دکتر، برای منم رسیده پیشنویس قانون اساسی غیره. ما 170 تا ماده نمیخوایم بنویسیم، مسئله اون چهار اصل اصلیه که دعوای ما هیچ کدوم عملا سرش نداریم. یعنی هیچ کدوم نمیخوام نظاممون عمامه داشته باشه، زنامون سگریگیشن بشه، جدا بشن، اقواممون ظلم بشه چون سنیه، همه اینا رو میخوایم بزنیم. خب اینو بیاریم یه چارچوب معین بگیم. یعنی مقصود هم به اینه که اینم بگم، حالا دیگه به آخر این گفتگو میرسیم، اینم بگم که به هر حال یه مؤخره‌ایه بر اون چی که توضیح دادم و اون اینه که در یک چنین طرحی، ارائه یک چنین طرحی، همگان برای پیشبردش کوشش میکنن و ما نیازی نداریم به این که فرد یا افرادی سمبل رهبری مبارزه بشه. درست. اصلا نیاز. همگان یکسان. ببینید در انقلاب فرانسه، آقای نوریزاده تاریخ انقلاب فرانسه را حتما خوندی. بله بله. در انقلاب فرانسه شما رهبر مثلا کاریزماتی، بله، یه محملات اینجوری مطلقا درست. به همین دلیل موفق شد. موفق شد. به همین دلیل موفق شد. چرا موفق شد؟ به دلیل اینکه رهبری انقلاب یا رهبری جوشش مردم برای حقوقشون اصول اولیه، اصول حقوق اولیه و نخستین مردم ایران بود و اون 12 یا 15 یا کمتر در مواد دکلاراسیون دو لو ادو سیتوینیته از سال 1789، یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر شد، جهانی حقوق بشر و شهروندی. ما یه همچین چیزی نمیخواییم. متوجه شدید؟ درود به دکتر. من درود به ببخشید. اینم بگم، مدعی نیستم که من کار انقلاب، نه، ولی اون چرا که از این مجموعه آموختم میارم روی کاغذ. دکتر هیچ وقت ادعا نکردی، هیچ وقت مدعی، من میدونم، میشناسم. به همین دلیل ازت خواستم، برای اینکه اگه فردا به یکی دیگه گفتم، اون وقت اگر این طرح مقبولیت یافت میگه خیلی خوب من دیگه رئیسم. نه، من خیلی ازت ممنونم. این فوق العاده، این جلسه رو مثبت و مفید میدونم و امیدوارم جلسه بعدی که با هم صحبت میکنیم بتونیم اون 5 تا 4 تا رو مطرح کنیم و بعدش پیگیر بشیم. همین بچه های داخل 14 نفر، بچه های دیگر بیرون، جمعی بشیم. وطن نیاز به صدای پیوسته ما داره. به هر حال وطن در خطره واقعا. اینو باید در نظر ایران سربلند ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوریزاده به اتفاق استاد دکتر صدیق یزچی، تا برنامه بعدی همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.